نکن حقایقو میبینه اگه تم داشته باشه اونورم بره حقایقو نمیبینه. شما فکر کنید هر کی میمیره دیگه روشن میشه؟ کی گفته روشن میشه؟ پس چه جوری یارو میره وارد جهنم میشه؟ چه جوری وارد میشه؟ چون رو دنده لج وایساده. پیامبر فرمود تنها کسی آمرزیده نمیشه که آموزش نخواد. به خدا معارف بدونی میفهمی چی دارم میگم. شما 4 تا کتاب بخونید منم راحت تر میتونم باهاتون صحبت کنم. حالا صدای کیه؟ تنظیم کی میکنه بچه ها این؟ بیان این رو درست کنم. من بلد نیستم. آی صابری این صدا تو خانم ها ظاهرن ضعیفه میگم. حالا میشنوم میان درست کنم. میگیری چی عرض میکنم؟ چی میگفتم؟ یادم رفت. آره گفتم 4 تا کتاب بخونیم ما هر چی میخوام بگیم باید 2 ساعت مقدمه بشینیم براش. بابا روایت امام صادق ازش سوال کردن که حالا اصلا شما بگو امام صادق اینو نه این سندش صحیح همه چیش درسته ها، من مفهومش چون درسته میگم، من کاری به سندش ندارم که، چون مفهومش درسته منسوب است به امام صادق میگن از ایشون نقل شده که کسی سوال کرد آقا اگه خلق گناه نمیکردن خدا چیکار میکرد؟ فرمود خلقی رو میآورد که گناه کنن. آقا تشویق گناه شد، حدیث تو کتاب نوشته بسم الله یا علی مدد. آقا این که میگن حدیث بخونید از حدیث بخونید، اینم حدیث به توضیح بدید ببینم یعنی چی. تا حالا عنبی چشمتو دیدی؟ قرنیهشو دیدی؟ با چشم خودت؟ نه عکسشو بگیرن. چی باید بگیم من واقعا؟ یعنی من باید تو صحبت کنم خدا چی کار کرده اجازه داده خدا به شما نترسیم اما خبر نیست. نه دعاشمون نه اگه بدونی نه میدونم مشکلی نیست. چیه میخواین صداشو کی؟ آقا کی بلد اون بچه کی روشن میکنه دستکارو بکنه؟ خوبه حالا بدش کنم دیگه حالا گوش کنم میگه سلام. نه یادم میره چیز میکنید وسطش. آقای که خدا اجازه میده گناه کنید میدونید یعنی چی؟ اصلا خدا به انسان اختیار گناه کردن داده؟ سم میدونی چرا پیامبر توی عربستان مرکزی مبعوث میشه؟ تو کثیف‌ترین نقطه تاریخ آدم، یعنی بشر دیگه به این حد، یعنی سقوط عجیب و غریبی کرده بشر اونجا. اصلا تصور میتونی بکنی جامعه که توش آب نیست چیه؟ جامعه که کلمه نداره، حرف اینا با هم نمیزنن درست. حالا یارو شطورش با 20 تا اسم صدا میکنه چه ربطی داره؟ کلمش کو؟ کلمه نداره. کلن قرآن 4000 تا کلمه است. 4000 تا کلمه است کلن قرآن. بعد یه جامعه تو اون سطح از عقب موندگی، عربستان مرکزی، شبه جزیره، اینجایی که پیامبر مبعوث شد، حجاز، اینجایی که حضرت اومد، یعنی نمیتونم بگم بشر در چه حدی از سقوطه، بشر در چه حدی از کثیفی و چه میدونم چقدر از همه چیز دوره. خب چرا باید پیامبر اینجا مبعوث بشه؟ دیدید مثلا الان تو اروپای وقت مثلا نشون میده مردم معترضن، بعد شما تو ذهنت میاد به چی اعتراض دارید؟ مثلا میگه آقا چرا فلانجا فنس نکشیدید؟ یه سگی اومده رفته یه ماشین زده بشه. بعد شما میگه چی میگید؟ نیوه پر لیوانو ببین. میدونید چرا واسه اون چیزایی که واسه تو لذت داره لذت نداره؟ چون توش به دنیا اومده. دید اینایی که گرسنم چقدر خوشمزه غذا میخورم، چون گرسنگی کشیده.
اون تازه میتونه لذت غذا رو بفهمه. تو که 20 چایی سرو سرویس چرخیدی که ما یه جایی رفته بودیم با بچه‌هام، بعد یه هتل گرفته بودن، بعد دیگه من گفتم دیگه بالاترین چیزی که داره همونو بگیرید. با اون دوستم گفتم همونو بگیر، چیزاشو بدم هزینه‌اشو، گفتم برن تهشو ببینن دیگه، ولی ته 5 ستاره رو برو توی کشف ببین. روز دوم به من گفتم بابا بریم یه جا دیگه غذا بخوریم، گفتم بخو غذا بخوریم، 100 مدل غذا دارم، نه دیگه داریم میاریم بالا دیگه لذت نمیبری. یه راننده ای رو بردم یه جای غذا توی هتلی، غذاهایی که مثلا 5 مدل غذا است، بهش گفتم که اینجا سلف سرویس، هر چی میخوای برو برده بیای بخور. با هم رفته بودیم جایی، گفتم بیا ببرمت نهار، بردمش دیگه مادر بزرگ رستوران تو ایران دیگه، گفتم بیا برو کیف کن. بعد دیدم رفته یه ظرف اینقدر ورده تا کلش، یعنی قشنگ میشد سانت کنی 15 سانت چیده رو، بهش گفتم اینو نمیخوری یا گواجه؟ با شما هم سوسول بازی در این سالات کشیده، سالات میخوره فران، بابا بزن ببرم فران. گفتم باشه حالا بخور. یه دو سه تا تیکه این گوشتا رو خورد و دیدم داره به من نگاه میکنه، واقعا بغض کرده بود. بهش گفتم چیه؟ گفت نمیتونم دیگه بخورم. گفتم چه گریه میکنی؟ گفت آخه چرا نمیتونم؟ گفتم مرد حسابی اصلا طراحی شده نتونی بخوری، اون پول نخوردن تو میگیره، اون زرنگه بابا، اون کارشو بلده، اون چش تو سیر میکنه به جا شکمت، پول چش سیری تو میدی. ولی توی که عمرن تو اینجا به دنیا اومدی، عمرن شما مثلا یه آشپز بهش بگو غذا رو با لذت خوردی تا حالا، میگه عمرن انقدر بو غذا تو کلبه نمیتونم لذت ببرم. اونی که گیرش نیومده راجب جزئیات غذا برای توضیح میده، بعد خودت هم تعجب میکنی که واقعا انقدر لذت داشت خورد، میگه اصلا نمیفهمی چیه. شما فکر نمی کنم مثلا اهل دود و اینا باشید، حالا غیر قلیون ملیون مثلا دود اعتیاد و اینا بعید میدونم داشته باشیم، ولی اونایی که معتاد بودن ترک میکنن، لذتی میبرن از نفس کشیدن، همین نفس کشیدن که تو داری میکشی، تو لذت رو نمیبری. میدونی چرا؟ چون تاریکی رو ندیدی، یعنی خمار نشدی، شب بزنی اخونه بیرون یه نخ سیگار گیرت نیاد، یعنی خماری نکشیدی، قدر این سلامت الانتون نمیدونی. خدا میگه بهت اجازه دادم بری عقب برگردی جلو. حالا یه کسی با مرکب عشق میره، اون تو هجران همه چیزو میفهمه، لازم نیست گناه کنه، اون خودشو گناهکار میدونه، جفتش آدمو به یه نقطه میرسونه، اون خودشو مقصر میدونه، لازم نیست قصور کنه. ماها قصور میکنیم و میفهمیم مقصریم، اون خودشو مقصر میدونه در حالی که قصور نکرده، ولی این حسو داره، این حالو داره، چون از خودش توقعش بالاست، میگه انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین و المستکین. راست میگه، واقعا حالش اینه، داره اینا رو میگه. میدونی؟ اون میگه زهر چه غیر دوست استغفر الله، زهر چه غیر اوست استغفر الله، اون خودشو گناهکار میدونه که یه دقیقه روشو اتو برگردونده، یا خودشو مقصر میدونه و گناهکار میدونه که چرا اونجوری که باید باشه نیست، تو خیلی خرجم کردی، من از پس شکر تو بر نمیام، خودشو ناشکر میدونه، اینو گناهکاری میدونه. میگیری چی عرض میکنم؟ حالا حرفم به شما اینه که این که ما یه جوری خلق شدیم که میتونیم بریم بیخ جهنم و برگردیم، این نمیدونی چه عظمتیه که خدا ایجاد کرده برای خلقت بشر، و لازم بوده که باشه، چون اینجوری دیده میشه. شما میدونی چی میشد تو کربلا اگه هر نبود؟ میدونی چون هر رو درک نکردی نمیدونی. نمیدونی چی به سر دنیا میومد اگه هر نبود، باید دوباره یه کربلا دیگه را میافتاد، عظمتش معلوم نمیشه، هنوزم معلوم نشده. شما چیزی نمیگید اصلا،
کربلا شده، داستان جنایت کوفیان هر روزم به یه روش جدید تعریف میکنن. کار دست کاردونش نیست که، کار دست نادونه. طرف فکر میکنه هرچی با قساوت بیشتری تعریف بکنه این رشد و کمال به مثلا چیزو بیشتر میکنه. این که مسخره بازیه. بچه من جلسه برام مهمه، خب فیلم و ویدیو و نمیدونم ایناش اصلا برام اهمیت نداره، اهمیت مراحل بعد. مهم اینه که شما الان وقتی که گذاشتی اومدی اینجا، اینجا ما باید با هم حرف بزنیم. الان داریم با هم حرف میزنیم، یعنی که شما حواست یه جا دیگه باشه این برای من مشکل درست میکنه. یعنی ترجیح میدم صحبت نکنم، شما حواستون جمع بشه بعد صحبت بکنیم. یعنی البته همین که هستی در الان خیلی بالا بالای اینا، یعنی میدونی الان هر جا دیگه باشه شما رو چششون میذارن، میگن دمش گرم مستمع فلان. من یه ذره توقعم زیاده، ببینید یعنی همه جا دیدید که وسط صحبت ها مردم هم یارو بنده خدا داره صحبتاشو میکنه دیگه، اجازه میدن وسط حرفاشون یه چیزی هم از آقا بگی. ولی من توقعم اینه که حواست هم به من باشه. سکوت خالی که فایده نداره که، من که برای اینکه تو سکوت کنی صحبت نمیکنم، میخوام حواست باشه به حرف. اگه کسی بیاد حالا از این کمالی که خدا برای بشر گذاشته بگه، شما الان مثلا میگم واقعا من فکر میکنم اگه هور نبود کربلا باید دوباره اتفاق میافتاد، چون حرف تمام نمیشد. و هور رو واسه تو نمیگن چون تو تعزیه دیدی، تو هور ندیدی. که تو تعزیه هم هور از اولش ارادتمند ابا عبدالله. این تعزیه ده ما تعزیه بازی میکنن، به تعزیه عظیمیه، فکر نمیکنن تو ایران مثلش باشه. تو همون روستای گودجان خانسار کلی خدمه داره و کلی زحمت میکشن و نسخه ها رو دارن بازبینی میکنن و کلی کار قشنگ میکنن. ولی هنوزم مثلا توش هور مثلا میخواد ابن زیاد رو صدا کنه، میگه ای ملعون مثلا فلان. چی ای ملعون؟ چون هوره تو ذهن ما دیگه بخشیده شده، ما اصلا هور رو نمیتونیم دیگه گناهکار بدونیم. برای همین تو تاریخ هم دست بردیم فهم کنیم هور از اول مرید امام حسین بود. شما هور واقعی رو ببینی قبل از کربلا اصلا تمام ذهنیتت به هم میریزه که این چه مثلا فلان فلان شد. من الان جرئت نمیکنم کلمه بگم، الان صبح هورم از ما شکایت میکنه، با هورالعین و حضرت نوح و اینا همه شکایت کرده، میگیرم میاد توش. تو فکر کردی کی بوده؟ سرلشکر ابن زیاده، علکی که بهش درجه ندادن که. یه کسیه که آچار فرانسه حکومت بنی امیه است. من کلماتمو کنترل میکنم الان دارم بهتون میگم، ولی بخوام راجع به قبل از کربلاش صحبت بکنم اون الفاظی که تو جامعه ما چیزه، یه آدم خلاصه پستی از نظر ما ذهنیتی که داریم و هست واقعا. اصلا سرسپرده بنی امیه بود که وقتی حسین رو دید فهمید آه چقدر پایینه. اگه اون کثافت رو درک نکرده بود که این زیبایی رو نمیتونست ببینه، که اگه اون لجن به مشامش نرسیده بود که این آدم ها رو نمیگم، اما من دارم از کلمات چی میگم. من اصلا کاری ندارم به بنی امیه، نمیخوام میگم لجن کثافت و فلان و نه، من واقعا دارم متن ادبی میگم براتون، دارم صفاتی که انسان باش برخورد میکنن میگم. من منظورم خودخواهی خودشه، زیاده خواهی خودشه. خب اصلا تو اون لجن و کثافته بود که بعد اومدید بابا چه بو عطری، تو اون زشتیه بود که دید چه زیبایی، تو اون تاریکیه بود که دید چه نوری. من به شما گفتم شما عمرن لذت صبحو بچشید، مگه اینکه بیاد یه هفته با هم بریم کوه، بریم کویر، بریم تو کمپ بدون چراغ. شبو تا درک نکنی که صبحو درک نمی‌کنی. شما شب و صبحتون یکی شده با این لامپا، شب نداریم. آخرین باری که ستاره ها رو دیدی کی بوده؟ تو ستاره نمی‌بینی. چون شب رو نمیبینی صبح رو درک نمیکنی. بعد میگن لذت سحرخیزی، میگه چه لذتی داره؟ خواب میچسبه صبح. خب راست میگه، چه لذتی داره؟ شب رو درک نکنی هیچ لذتی نداره. ولی کو شب کجا بود؟ این لامپا همه جا رو کرده روز، لذت شب رو نمیبره، لذت صبح رو نمیبره. تاریکی شب رو درک نمیکنه، سفیدی صبح درک نمی کنه. شما الان آفتاب مثلا اینجا دیگه دیدید که آفتاب چیکار میکنه با
آسفالت هم را میافتن دیگه، یعنی بلای. بعد مثلا شما یه اروپایی بیاد قم، بعد میره تو این آفتابه، بعد چه آفتابی چه، بعد شما میگه بابا چیه میسوزه فلان، میگه اصلا این می آفتاب، خب همش ابر آفتاب نمیبینه، اون پول میده آفتاب بهش بدن بره جا دراز بکشه جلو آفتاب، کیف میکنه بره تو کله، میگه چقدر آفتاب، بعد شما ازش فرار میکنی. بله اون تاریکی رو اگه درک نکنی، اون دور بودن و اون ابرایی که متراکمه نمیذاره خورشید رو هیچ وقت ببینی، اگه اونجا باشی شما هم دلت واسه خورشید چی میشه، بعد لذت میبری، بعد میفهمیش. تو معنویات هم همینه، خدا اینجوری بشر رو بار آورده، میگه تو یا باید احساس قصور داشته باشی یا باید قصور داشته باشی. تمام پیشرفت از احساس عقب موندگیه. این مفهومش این نیست که اپ بریم گناه کنیم، نه خب الگو امیرالمومنین تو داشته باش، تو بدون شکر نکردن هم معصیته، تو لولتو بیار بالا، حدا نبا بری مشروب بخوری، نمیدونم دزدی کنی، چیکار کنی که تا بفهمی گناهکار بودن یعنی چی. همین که نمیشناسیمش بالاترین گناه، اگه بفهمیم، همین که بهش فکر نمی کنیم بالاترین گناه، اگه بفهمیم، همین که میتونیم او باشیم و او نیستیم بالاترین گناهه. چی بود کی سوال کرد؟ آه این بود دیگه، ببخشید، امیدوارم لای حرفات جوابتو گرفته باشی دیگه، کسی سوال نداره بعد من، شما بفرمایید بعد دیگه من. نه جاش نیست، مال سوال ریشاتو زدی؟ چند وقت نمی اومدی؟ عجیب غریب شده بود. نه نمیخواد بعدا، من میدونم تو چی میخواد بگی. صورت مسئله رو عوض کرد، نمیتونی میدونی؟ یعنی الان تو نها کن، تو یه سال رفتی الان اومدی همون اومدی. خب به خدا حل نکردم. بگو باش، بذار بگی این عباس هم سوال بپرسا، سوالیش من میدونم این تهش رکب رو به من میزنه همیشه، حالا خوشحالم اومدی بگو باش. سوال که میکنی یعنی قبلا ما گوش میکردیم، حالا یه چند وقت گوش نکردیم موزگی، ولی که این دوست رو دنبال میکردیم. لفت کلام اینه که دمود خدا رو کل حرف رو میدید، یعنی کل خدا میشه، زیبایی خدا، مردم خدا رو زیبا ببینن. این کسایی که تا الان بودن خدا رو قشنگ نشون ندادن، به ما زشت نشون دادن، مردم خدا رو دوست ندارن. بعد شما اومدی خدا رو داری قشنگ نشون میدی، این خدا اینه، درسته؟ اونی که به شما گفتن نیست، اشتباه به تو گفتن، میتونه بگم. بعد شما میای میگی خدا اینجوریه، خدا اونجوریه، حرف اونا درست نیست. چجوریه اونا به اون رسیدن ولی شما هم به این رسیدی که اینقدر زیباست؟ همه رو یه جوری تعریف میکنی که خماری کشیدی تا حالا. میدونم با شما بود آره، من متوجه شدم، دیگم زیاد شیرین نشه، مربا درست نگردی هم شربته. خب من شما خودت خماری کشیدی اینجوری با آب و تا بین یه آدم خمار کنه باری راست میدونم. بعد میای میگی غر رو نشناخت، غر رو بشناخت، شما شناختی برای مطابقه داشت. بعد باز دوباره خدا رو نشناختی، خدا رو همه چیزایی که تعریف میکنی همین جوجه درک کن، دلت میخواد میکنی واسه شوخی میکنم بگو. نه متوجه، متوجه. چجوریه الان 70 چند 80 ببینید، فقط شما یه نفری که هر رو شناخته، خماری رو کشیده، خدا رو شناخته، هیچ مرجعی، هیچ سخنرانی. نه اینجوری نیست، این مشکل اینه که اولا که خماری که خب بیا بریم انقدر نشون بدم خماری کشیده باشن که وسشه. هم دیروز جلسه بودیم بدن دیگه بچه. نه موضوع اینه که شما کتاب همه رو خوندی، آثار همه رو دیدین، علما نیدین، خب آخه مشکل همینه.
مشکل اینه که انقدر خیلی بزرگان که نوشتن شما نه الان کسی نیست کسی نیست تریبون دست کیه تریبونایی که این که آره این تریبون که خودم درستش کردم تریبونای رسمی که باید در اختیار دیگران نه اون که خودمون درست کردیم یه چیز دیگه است ببین من یه وقت شما یه تریبون سیستمونی آره کلا همش شما نها کن الان مثلا میگم کلی فیلم تو ایران ساخته میشه درسته خب یه فیلم اون کسی که تهیه کنندش پول داره یا نه یکی از نهادهای سیستم پشت یه فیلمیه اونو ترویجش میکنن تو تمام بیلبوردا میبینی بهش جایزه میدن شما میری اون فیلم رو میبینی شاید یکی یه فیلم خیلی بهتری ساخته بهش جایزه ندادن بیلبورد هم بهش ندادن تو بدترین تایم هم بهش اکران میدن کمترین فروش هم میکنه شما تو دل خود میگی که خب اصلا فیلم قابلی نبود بریم ببینیم الان تو بیزینس سینما یه چند تا بازیگر هم فرو میفروشن مردم بهشون اقبال دارن حالا هر موضوع هر فیلمنامه ضعیفی رو با چهار تا کاراکتری که محبوب مردم هم میپوشونن تبلیغ هم میکنن پروموتش میکنن شما میری میبینی این مفهومش نیست که فیلم خوب نیست گوش میدی چی میگم شما یه دیوان حافظ رو بخونی بسته من بعضی وقتا مثلا به خودم میگم این بشر چه جوری انقدر میفهمیده یعنی واقعا تعجب میکنم اینا مثلا آقا من یه کاری مثلا 4-5 سال روی زحمت کشیدم به یه جایی رسیدم بعد یه دفعه یه بیت شعر مثلا حافظ میبینم اینا ما خودمون رو کشتیم مثلا این همه بدو بدو کن اینو ببین اونو ببین با این بس کن با اون بس کن بگرد فلان کن چیکار کن فکر کن خودتو داغون کن رسیدیم به یه معرفت با کلی التماس به خدا و چه میدونم اهل بیت تو توسل و فلان و فلان رسیدیم به یه مفهومی بعد میبینم تو یه بیت حافظ هست بعد به خودم میگم خوبی نه کجا فهمیده شما یه دیوان حافظ بسته میدونی یه دیوان شمس بسته کسی نه مثنوی معنوی بخون چرا نگفتن همه حرفا رو زدن گنده ها بزرگان گفتن خیلی این نیست که آقا فقط فلانی میفهمه نه آقا پاپ همین پاپ اعلان کاتولیکا کاتولیکا میدونید که مسیحیایی که مذهبی ترن مثلا سنتی ترن کاتولیکان خب یعنی موندن تو اون سیستم قدیم این آدم میگه ما با توسل و دعا به فهم جدیدی از بهشت و جهنم رسیدیم قائل نیستیم به اینکه جهنم یه مثلا شکنجه‌گاهیه خب این نیست که تو فکر کنی اولا فقط مسلمان ها میفهمن تو مسلمان فقط شیعه ها میفهمن یه عالمی بود اهل سنت توی افغانستان خدا رحمت کنه این چند وقت پیشم فوت کرد این بچه های افغانستان برای من فیلماشو میفرستادن بی نظیر صحبت میکرد مسلط هم بود یعنی سخنور بود حرف حسابم میزد از بزرگان اهل سنت بود توی افغانستان صحبتاشو می آوردن راجع به اتحاد مسلمی صحبت میگه چه حرفایی چقدر دقیق چقدر قشنگ چه با چه استدلال بعد جذابیتش اینه که مثلا فکر میکنم یکی حرفاش همین بود میگفت خدا رو درست نشناختید که اینجوری شدیم یعنی حرفش این بود میگه خدا رو بعد شناختی حالت اینه یا تو همین یه اجلاسی بود توی قم چند سال پیش بود یکی از این علمای اهل سنت صحبت میکرد من برام فیلمش آوردن خیلی عجیب بود گفت آقا مشکل اصلا میگه مشکل داعش خداشناسیه خدا رو بد شناخته شده مؤمن اون خدایی که شناخته اون خداش میخواد بزنه همه رو لتوپار کنه همه رو تکفیر میکنه خب اینا هم تکفیر میکنه میزنه لتوپار میکنه پس این نیست که فقط من دارم میگم من شناختم مشکل اینه که خب کتاباشون رو نمیرید بخونید من چی گفتم الان بهتون بزرگانم میگم منظورم آخوند نیست منظورم فقط مسلمون نیست منظورم فقط شیعه نیست من یه دوستی داشتم وقتی حجره بودیم 7-8 سال ما تو حجره زندگی میکردیم دیگه تو این شهید صدوقی بودیم بعد حجره میدونی خوابگاه میگین دانشجو میگن خوابگاه من یه دوستی داشتم بینوایان میخون زار زار گریه میکرد نگاه کتاب روزه داره میخونه حالا خیلی سرم است نهیدم نمیم کجاست بنده خدا میشه خب بله یه نفر نشستی یه جا فکر کرده پس این حرفا رو زدن خیلی هم زدن نه فقط مسلمون ها غیر مسلمون ها زدن مسلمون اصطلاحی رو میگم غیر مسلمون ها زدن نوشته شده گفته شده منتها کسی نمیره بخونه خب اون که مقصرش من نیستم که الان میگیم هور من میگم آقا خب کار نشستین کار شده منتها اولا اونایی که کار کردن شما اصلا نمیرید حرفاشون رو بخونید
مثلا کتابایی که پروموت میشه تو جامعه ما با اون چیزی که هست، شما الان یک دو اسم سه تا کتاب از شهید بهشتی به من بگید ببینم، اسم سه تا مقاله از ایشون بگید. سایت ایشون فیلتره، سایت آیت الله بهشتی فیلتره. خب یه داستان و راستان آقای مطهری رو بیا بخونیم. داستان و راستان یادتون یه سال من اینایی که بچه‌ای که قدیم با ما بودن گم، ما یه سال موضوع سخنرانیمون داستان و راستان بود، داستان‌هاش که ایشون انتخاب، چون با منظور انتخاب کرده ایشون، کلی علت میگه برای انحطاط مسلمین، بعد تمام اون علتهایی که میگه داستان‌هاشو جمع کرده تو داستان و راستان آورده. بعد داستان و راستان رو میخونی میبینی که او چه حرفای عجب غریبی توش هست، تو همین داستانایی که نقل کرده. خب حالا شما نمیخونی، ما نمیخونیم، جامعه ما به یه سمت دیگه میره، کارتونای خارجی بندن ترجمه میکنن برای بچه‌مون پخش میکنن، تازه با گندترین ترجمه، با بدترین ترجمه، همون هم بذارن با چهار نفر اونجا نشستن فکر کردن. برنامه کودک شما آتش نشون میده، بعد یه نفرم توش داره میسوزه، میگه این آتش جهنم است، هیزم اونجا دارن بنزین میریزن روش. پس این نیست که فقط من فهمیدم، نه، حالا الان شبکه اجتماعی اومده، یه تریبونی اومده، ما داریم حرفا رو میزنیم، والا خیلی از بزرگان که بهشون ارادت دارید این حرفا رو گفتن، منتها شما به اسمشون ارادت دارید. الان میگم موسی صدر، من خودم تو مدرسه راهنمایی امام موسی صدر درس خوندم، جالب اون سه سالی که ما اونجا درس خوندیم یک کلمه از امام موسی صدر کسی واسه ما نگفت، حتی روزی که ایشونو مثلا قذافی اون بلا رو سرش آورد و مفقود شد، همون روز رو هم تو مدرسه برنامه نمی گرفته حداقل یه روز راجع به موسی صدر صحبت کنن. هنوزم اسمش موسی صدره، هنوزم بچه ها چیزی که اونجا یاد نمی گیرن موسی صدر. شما اسم بزرگانتون رو گذاشتید رو خیابوناتون، رو جاده هاتون، رو کتابخوناتون که بهشون فکر نکنید. شما میخوای یک کسی رو کاری کنی اندیشه‌اش فراموش بشه، اسمشو بذار رو کتابخونه ها و رو دانشگاه ها و رو خیابونه ها و رو کوچه ها تا فراموشش کنن. بوستان نهج البلاغه بهترین جاست واسه اینکه نهج البلاغه رو فراموش کنی، چون بری فراموشت میشه، نرفتین شما، من رفتم، برین همه چی رو فراموش میکنین. میگیری چی میگم؟ میگه دانشگاه علامه طباطبایی، اولا الان بهش میگید علامه اینقدر اسم چی میکنید؟ وقتی ایشون زنده بود مهجور بود، این دو سه سال آخرم که ولش کرده بودن به امان خدا سیدو. غیر از این که خب شما چی از علامه طباطبایی میگید؟ مگه شما میخونید علامه طباطبایی؟ غیر از این که تازه بخونی، خود علامه میگفت دو سال یه تفسیر باید نوشته بشه، یعنی باید رد شد از این اندیشه. این اندیشه یه نردبونه، ما یه دونه مثل دوتا چوبه، ما یه چوب وسطش میخ زدیم گفتیم بیا برو بالا، تو باید چوب بعدی رو بزنی که هی بری بالا، نه باید این وایسی که بگی این چوبو علامه زده. خب نزده بهش توسل کنی که زده، دست بذاری روش بری بالا. الان میگم من میبینیم میریم با هم دانشگاه، میریم با هم حوزه علمیه، میریم با هم هر جایی که کسی ادعای علم داره، داره اونجا آموزش علمی میده تو هر مؤسسات. یه دیوان حافظ میبریم، یه بوستان سعدی، یه گلستان سعدی، یه مثنوی معنوی به طرف میگیم یه صفحه‌شو بدون غلط بخون. اصلا من کاری به مفهومش ندارم، بدون غلط بخون ببینم چجوری میخونی. من وقتی کامنتار رو میخونم مثلا میگم خب بابا این علامه گوگل اومده دیگه، حداقل هر لغتی میخوای بنویسی شک میکنی یه سرچ کن درستشو بنویس. یه جوری غلط املایی مینویسن من فهم میکنم منو مسخره کردن. یعنی وقتایی دیگه آقا رو با عین بنویسی این من ندم یعنی چی؟ میدونی؟ نه دیگه، دیگه انقدر سرعت بالا نی، کیبوردش هم الف با عین با هم یه جا نیستش که، عین بالاست الف وسطه. میگیدی چی میگم؟ من میخوام به شما بگم خب ولی جامعه اینجوری، پس این نیستش که آقا من میفهمم خماری و من میفهمم نمیدونم فلان، من میفهمم فلان. شما یه مناجات های شهید چمران، آقا این شهید چمران که اسمشو بذارید تو دانشگاه چمران نمیدونم فلان جا کجا بود میرفتیم، یه دانشگاه میرفت دانشگاه چمران بود، تو کرمان بود کجا بود یه، آره یا اهواز دانشگاه چمران هست، نه بلوار شهید چمران، نمیدونم مؤسسه شهید چمران فلان چه. خب شما یه کتابشو، نه چمران حاتمی کیا رو نمیگم، نه چمران حاتمی کیا رو میگم، نه چمران بازرگان رو میگم، نه چمران هیچ کیا، من راجع به چمران صحبت میکنم، چمران موسی صدر، اونی که کشفش کرد، اونی که میفهمیدش.
خب شما یه مناجات اینو بخونی کلی معارف توشه، ولی اسمش هست. خب آقاش وقتی بزرگان اسمشون فقط بزرگه ولی از خودشون خبری نیست، که دیگه مقصر من نیستم که. خماری هم اگه خواستی بفهمی چیه، قشنگ توی این خیابونه شهر خودمون رابری میفهمی خماری. دو شب به بعد پاشو تو خیابونه را برو میفهمی خماری یعنی چی. وقتی بدهکار هستی تنهایی، هیچ کس کمکت نمیکنه، بعد پا میشی میزنی تو خیابون، زن و بچت هم درکت نمیکنن، بعد میفهمی خماری یعنی چی. کاری نداره که 15 سال وقتی تو شهر خودت مستاجر بودی و تابخونه آب چنینم آب گم کنم خاموش میکرد زمستون، میگو فقط جمعه ها باز میکنم آب گم کنم، و اونم گست جمعه کنی بری چیز نماز جمعه به دم زور رو روشن میکرد، بعد مثلا تو خب میفهمی خماری یعنی چی. خماری فهمیدن که کاری نداره که توی مملکت زندگی کرده باشی با چشم باز خماری کاشن خماری رو درک میکنی. اینکه سرتو ببرن همه بایستن تماشا کنن، بعد اونایی که این کار کردن بیا مثلا میگن ولی ما که راضی نبودیم. برو بابا، برو خدا پدرتو بیامرز. میدونی؟ خواهم میگم خماری که اصلا یه چیزی که تو مملکت خماراست، خبر دیگه نیستش. اون قابل درک، برای درک هر رو، برای درک خدا هم که کافیه که یه ذره اهل فکر باشی، با این دعاها رفیق باشید. دعای کمل مقام خضره، تازه مقام امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین خواستی بشناسی باید مناجات شعبانی بخونی، ولی با همون مقام خضرم هم میشه خدا رو شناخت، اندازه خضر. البته میدونی دعای کمل، میدونی که تعلیم خضره دیگه، حضرت به کمل گفت اینو خضره پیامبر مال اونه، یعنی کلاس خضره. یعنی کمل درست تو زمان علی هستی، ولی کلاست کلاس خضره داداش، باید بیای بالا. کلاس علی میشه مناجات شعبانیه، ها؟ میشه ابو حمزه سومالی، اونا میشه. حالا چیه؟ خطبه حمام. بله خطبه حمام میشه. خطبه حمام اون نسخه ایش که توی بهار الانوار هست دا. تو نهج البلاغه یه چیزایی کم داره، یه روایت دیگه شه. تو بهار یه چند تا جمله اضافه تر داره، یه ذره عمیق‌تره، میتونید نگاه بکنید. میخوام به شما بگم این داستانش. خب بسم الله، کاری نداره که، همین کاری که حالا برخه من اندازه خودم زحمت کشیدم، شما من اندازه خودت. تازه شما داری منو میبینی، من یکی مثل خودم ندیدم. ها والله همین چیزا زندگی کردیم، ما پا منبرا نشستیم یه جوری تر. من خودم مثلا هیئتی شدم از ترس خدا، چون میگفتن خدا میگیره دنت سرویس میکنه چیکار میکنه چیکار میکنه، آخرش میگفتن اما اگه امام حسین بخواد. ما اصلا رفتیم سمت امام حسین بگیم بار از شر این خدای نجات بده. بعد فهمیدیم اصلا اینجوری نیست، امام حسین و خدا قیامت میخوان تو رو از شر خودت نجات بده. بله حاج آقا بفرمایید دیگه، این بگید من دیگه. بله عقل، بله نه ببین عقل اشتباه نمی کنه. ما یه وقت با هوس سراغ عقل میریم، یعنی به حرفش گوش نمیدیم، اون وقت اون قطنما که نمیتونه اشتباه کنه که. خب باش شما اگه کار شما کار باشه، ما نسبت به اون چیزی که دریافت میکنیم از عالم اگه عاقلانه، ببین شما یه وقت میخواد راجع به چیزی نظر بدی، عقل به شما میگه تا مقدماتت کامل نشده راجبش نظر نده. شما این وقتایی از عقلت بد استفاده میکنی، یعنی مقدمات هنوز کامل نیست، یه نتیجه به یه نتیجه میرسی، میگه عقل من اینو میگه. اونو عقلتون نمیگه، اونو خودتون دارید میگید. عقل شما به شما میگه تا مقدمات کامل نشده قضاوت نکن، تا به یقین نرسیدی حرفی نزن. عقل اینا رو میگه. عقل ناقص نیست، نه، ما ازش اسما به اسمش کاری میکنیم. عقل اتفاقا اگه کار عاقلانه بکنی قطعا به نتیجه درست میرسی، منتها مشکل اینه که ما به اسم عقل، ببین عقل میگه تا مقدمات چیزی کامل نبود و فهم درستی از مقدماتش نداشتی سراغ نتیجه نرو. خب ما به این عمل نمی کنیم، با یه حدس و گمانی به یه نتیجه میرسیم، میگیم عقل ما اینو میگه. اونو که عقل نمیگه، اونو ما داریم میگیم.
اونو هوس ما داره میگه، اونو تکبر ما داره میگه، حسادت ما داره میگه. یعنی این سیستمی که به اسم عقل تو درون ما گذاشتن این کارشو درست انجام میده، به شرطی که ما درست ازش استفاده کنیم. مشکل اینه که ما از اسمش استفاده میکنیم، ما عقل نمیورزیم، از اسمش میگیم فلان مقدمه است، پس نتیجهش اینه. با اینکه عقل به شما میگه تا مقدماتی کامل نشده بود شما اصلا سراغ نتیجه نرو. اینه مشکل. پس مشکل اینه که به حرف اون پیامبر درون گوش نمیدیم، مثل پیامبر بیرون. پیامبر بیرون رو مگه به حرفش گوش داد کسی؟ پیامبر بیرون که اشتباه نمیکنه، ولی مسلمان ها تا دلت بخواد اشتباه میکنن. عیسی مسیح که اشتباهی نکرده، ولی تا دلت بخواد مسیحی ها اشتباه کردن. موسی کلیم که اشتباه نکرده، تا دلت بخواد به اسم موسی کلیمی اشتباه کرده. حرف اینه. پس همونطور که به حرف پیامبر بیرون گوش ندادیم، با هوا و هوسمون باش برخورد کردیم، هر کجاشو دوست داشتیم بولد کردیم، هر کجاشو دوست داشتیم مخفی کردیم، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض و به یه کفری خلاصه منجر شده، همونطور هم پیامبر درون هم همین کارو باش داریم میکنیم. من به دوستان گفتم یه دقیقه فکر کردم میگه از 7000 سال 70 سال 7 میلیارد سال عبادت بالاتره. اصلا عبادت اینه، عبادت یعنی تفکر، اینکه این تفکر تو تمام زندگی جریان داشته باشه. کو یه دقیقه فکر؟ کو؟ خیلی ما شیر پیله گرفتیم، میدونی؟ یعنی انقدر برا خودمون خطوط درست کردیم اصلا نمیتونیم عقل بورزیم، ولی فکر میکنیم داریم این کارو میکنیم. مثل اینکه فکر میکنیم داریم فکر میکنیم، ولی تاش نگاه میکنید دو تا چهار تا های قدیم خودمون اصلا نخواستیم فکر کنیم. من یکی از دوستان به من گفت که قرآن رو به ترتیب نزول مثلا به من بگو چیه، من اونا رو بخونم. بهش گفتم همین قرآن رو حالا بشی مطالعه کن کامل، مثل یه پازلیه که این چیزاش به هم ریخته دیگه، ولی وقتی جامع نگاه بکنی، مثلا قرآن یعنی جامع نگاه کردن، قرائت یعنی جامع دیدن، کلمات جدا جدا معانی ندارن، کنار هم که قرار میگیرن به یه معنای عالی میرسن. میگیدی چی میگم؟ قرائت میشه جمع بین کلمات که به یه نتیجه جدیدی میرسه. مثلا قرآن یعنی جمع کردن. گفتم اینو جمع کن اینا. بعد به من اومد گفت که هم دوست خودمون، خیلی دوست خوبم، به من گفت که مثلا نشد و کاش همون به ترتیب. گفتم حالا اصلا ترتیب نزول بکن، شو اقرا سوره علق رو که میدونی اولین سوره قرآن. خب به این فکر میکردی حداقل یه هفته؟ خب به این فکر میکردی؟ قاره به فکرم نرسید. گفتم خب معلومه فکر نکردی دیگه، ولی فکر میکنه که فکر کرده. یه وقت شما یه حسادتی اصلا نمیذاره فکر کنی، دید به یه نتیجه میرسی، مثلا که فلانجا نمیریم. حالا ارو مثلا فکر میکنه که صاحب خونه، مثلا میگم خونه باجناقشون دعوتن، این فکر میکنه باجناقشون اینو خیلی تحویل نمیخواد بگیره، بعد میگه نمیریم، میخوام بریم فلانجا. چی؟ یه خبری بهش میرسه که باجناق حسابی تو نخته و میخواد بده حال بده و فلان. میگه حالا فکر میکنه اصلا نریم بده. چطور قبلش به نتیجه نرسیدی؟ اصلا نمیخواستی فکر کنی، اصلا اون ناراحتیه نمیذاش فکر کنی، اصلا متفکر نیستی که یه وقت میتونی فکر کنی یه وقت میتونی فکر نکنی. اونی که میتونه رو حواس شکاری بکنه آدم عاقلی نیست، حتی اگه یه جای دیگه عقل به خرج داده باشه. عاقل اونه که همیشه پای عقل وای میسته. حالا بذارید موضوع صحبتمو بگم، همین چند دقیقه همینه، ادامه همین بحثو عرض کنم خدمتتون. آقا شما به چه شخصی میتونی بگی کریم؟ اصلا صفت چیه؟ صفت چیه؟ صفت چیزیه که وصل به بی نهایت میتونه بشه. اصلا اگه وصل به بی نهایت بشه میشه صفت، و الا صفت نیست. مثلا یه جا حسابی خرج میکنه، یه جا خرج نمیکنه. این اونجایی که خرج کرده حسابی، این آدم سخاوتمندی نیست، اونجام روی سیاستی خرج کرده، وگرنه سخاوتمند نمیتونه یه جا سخاوتمند باشه یه جا سخاوتمند نباشه. اگه یه جا میتونه نباشه معلومه این صفت رو نداره. اونجا هم سیاست به خرج داده، دنبال رأی بوده، دنبال یه چیزی بوده، دنبال یه موقعیتی بوده، داشته ریا میکرده، فکر میکرده از این راه میتونه دیده بشه، حواسش پرته دیگه، عالم رو درست نمیشناسه. میگیدی چی عرض میکنم؟ آدمی که جلو مهمون تمیزه وقتای دیگه تمیز نیست، این آدم تمیزی نیست، این آبروداری میکنه.
یه آدم تمیزی نیست. تمیز اونیه که همیشه تمیزه، همه جا تمیزه، تحت هر شرایطی تمیزه. صفت تمیز بودن رو به کسی میدیم که همیشه، یعنی این صفت درش به اطلاق رسیده، به بی نهایت وضع شده، تمام. این دیگه هر کجای عالم باشه همینه، تو هر شرایطی باشه همینه. اگه کسی میتونه اینجا تمیز باشه اونجا تمیز نباشه، طرف به خانما میرسه لفظ قلم صحبت میکنه، جاها دیگه حرف میزنه که فکر میکنه که مثلا فکر میکنه که مثلا خوب حالا اونجوری صحبت میکنه. میدونی چی میگم؟ خب این آدم معادی آدابی نیست، این دنبال مختنیه، معادی آداب نیست. گفتم بهتون ما یه بند خدای دوستی یه جایی بودیم، حالش بد شد بردیمش دکتر، دکترم آمپول نوشت و نصف شب دو شب بود، آمپول زنه خانم بود، گفت نه نمیذارم آقا حالش بد. گفتیم بابا بخواد چیکار کنه؟ گفتم من اونجایی که باید بزنه میدونم کجاست، من بلدم، حالا من نمیتونم الان بزنم، این دکتر هست که میزنه، من یه دونه اینجوری دورش چی میگیرم پارچه میذارم اینجوری لباس تن دارم اونجا، هم اونجا که باید بزنه رو میزنه دیگه، این کاری نداره که یه دقیقه میگم دستم بد نزنه اصلا خوبه نه به هیچ وجه و فلان نمیشه و فلان بمیرم. انقدر این بازی در آورد، دکتره تحت تاثیر قرار گرفت. مثلا دکتر رو تحت تاثیر قرار بدی خیلیه، خوبم توشون هست تو دکتر همه جا آدم خوب پیدا میشه، ولی بابا اینا ازن حالا آدم ها خوبیه. میگم من دکتر میشناسم، اصلا اینقدر تماشایی بود رفتم دیدنش، این خانم بچه رو برده بود دکتر، بعد گفت این ویزیت نمیگیره، میگه هرچی دوست داری ویزیت بده. بعد مثلا امریکام درس خونده و پیرمردی هم بود، کرواتی هم بود، رفتم دیدمش. بعد خیلی هم وقت میذاره بچه رو معاینه میکنه. گفتم چطور؟ گفت نمیدونم، هرچی گفتم، گفتن هر چقدر دوست دارید یه صندوقی هر چقدر دوست دارید بریز برو. خب برام عجیب بود، چون مثلا تو تهران مثلا یه منطقه دور چیز مثلا رو به بالای تهران یه دکتر اینجوری. گفتم دفعه بعد رفتیم منم خودم میام میخوام ببینم چی. رفتم و بهش گفتم آقا بچه رو معاینه کرد، خیلی هم وقت گذاشت. بهش گفتم چرا اینجوری؟ گفت آقا من واقعیتش بالاخره من دکترم، ممکنه یه نفر نداشته باشه، خیلی هم دارن و نمیدن، میدونم میپیچن و میرن، آره، ولی من به خاطر این که اگه یه نفر نداشته باشه و نتونه بیاد نمیتونم پیش وجدانم جواب بدم، یه همچه قانون میگذاشتم باسه اون یه نفره، حالا در نفره این بغیر سو استفاده میکنن خب بکنم. ما دکتر اینجوری داریم، دکترم داریم که آی سی او رو اجاره میکنه بیمارستان و اون بی وجدانی که بهش اجاره میده، بعد مثلا توی اورژانس ها صحبت میکنه میگه مریض بفرستید درصد میدم، بعد مریض شما رو الکی میبرن آی سی او درصدش رو میگیرن. مثلا مریضای رو به موت که اصلا بهشت دوستانیه که آی سی او اجاره میکنن، چون خرج بالا، مدت زمان طولانی، با دستگاه یا رو الکی زنده نگم دارن، بیمه رو میچاپن، وجدان در کار نیست. حالا ببین این چیکار کرد؟ این دکتر تحت تاثیر قرار گرفت، گفت من خودم میام میذارم. بعد بهش گفت آقا اصلا مستعاف واقعا فلان آمپول بیزد، خیلی هم بد بیزد، بلد نبود، آمپول زن نبود، همچی محکم زد وسطا رو بگم پشیمون شده بود، حالا خیلی هم نامحرم و اینا چیزی نیست شده بودم. ما با همین آقا خارج کشور بودیم، بعد حالش بد شد، رفتیم بیمارستان هلال احمر خودمون، همه زن بودن، نه دکترم زن بود. وقتی داروهاشو داد من تو ذهنم بود که خب بگردم دنبال یه آمپول زن مرد، مثلا تو ذهنم بود تو بچه های گروه کسی آمپول زنی بلد بود نبود فلان و اینا. بعد گفت که خب تزریقاتش اینجاست، گفتم اینا همه زنن، حالا دیگه تو ضرورت چیزی نداره اینا. به من میگه که آمپول تقویتی هاشون میگن که خارجی، دوتاشم بگه. گفتم پاشو بابا شلوار رو بکش بالا بریم بابا جون، تا دم زانو آوردی پای، اینقدر میخواد این بالا رو بزنی بریم بابا جون، پاشو بریم، تو ما رو مسخره کردی. آه این آدم با حیایی نیست واقعیتش، تو ایران میشناسنش، خب اونجا نمیشناختنش. صفت اونه که در تو ابدی میشه،
اگر صفتی در تو ابدی نیست، صفت تو نیست، یه جای دیگه داره نشأت میگیره. طمعکاری، ریاکاری، سیاست مداری، دنبال عنوانی، دنبال شهرتی، دنبال قدرتی، دنبال پولی، کرم میکنه دم انتخابات، میبینی آقا دیدید دیگه تو ختمتون اصلا دعوت نکنید، آقا شما تو گمید نمیدونید چه خبره، بیا بریم شهرستانا بریم در دهاتا دم انتخابات مجلس که میشه، ختم میگیری مال با بزرگت که 50 سال پیش مرده، بعد میبینی یه مثلا ماشین مدل بالا معمولا شاستی هم هست، معمولا مشکی، وای میسته 3-4 نفر کچهواری از توش پیاده میشن که تو نمیشناسیشون، ولی اینا اومدن به تو تسلیت بگن. یارو میگه آقا برف اومده بود، دیدیم یارو یکی اومد، مثلا ما نمیسیم کیه، بعد گفت من به شما تسلیت میگم، بود مثلا با بزرگ ما میشه، گفت ما فکر کردیم ارسخوری میخواستیم بزنیمشون، گفتیم با بزرگ میجه زنی گرفتیم، بچه هاشن همم هم جنتلمن و کچهواری و گفت نه ما اینجا کاندیدا شدیم فلان، گفتیم بابا اصلا اینجا صندوق نمیاره ما رأی بدیم، اینقدر صعب العبوره دیگه اصلا به ما نمیرسه، معمولا 3 روز بعد انتخابات ما میفهمیم کی نماینده شده. خب این آقا این به فکر مردم نیست، این بنده خدا میخواد رأی بگیره، میگیری چی میگم؟ صفت اون چیزیه که در تو بی نهایت میشه، حالا خدا یه سری صفاتی داره و شما بهت گفتن خدا در دنیا ارحم الراحمین است، در برزخ چی؟ اگر نباشد معلوم خدا این صفت رو نداره، خدا ستار العیوب است. اولا ریشه صفات الهی میدونید چیه که ریشه تشو بدی، حالا اینو باید بشینم استدلال کنم و حوصله‌اش ندارم، همجوری میگم بعد حالا بهش فکر کنید، حالا جلسه بعد راجع بهش صحبت میکنید. ریشه تمام صفات الهی محبت، محبت در مواضع مختلف اسم بهش میدی، طرف تو جمع نیست و داره صحبت از آبروش میشه، محبت تو به او باعث دلسوزی میشه، جلو غیبت رو میگیری، بهت میگن چی؟ ستار العیوب. ریشه چیه؟ محبت. محبت داره میبینه کسی افتاده است و من متمولم میتونم دستشو بگیرم، دستشو میگیرم، تو بهش میگی چی؟ کرم. میگی کریم طرف. ریشه همش محبت. محبت داره تو رو بر خودش مقدم میکنه و به تو یک فیضی برسه، میگه خودم نه دست اینو بگیرید، بهش میگی ایثار، محبت. حالا ریشه محبت گفتم بهتون تو درون انسانه، ربطی به بیرون نداره، یعنی اونی که خودشو دوست داره هم نوع خودشو دوست داره، عالمو دوست داره، نه دوست داشتنی که من خودمو دوست دارم از همه متنفرم ها. اون خودخواهیه، اون اسم غلط گذاشته بر خودخواهیش. نه، کسی واقعا خودشو دوست داشته باشه عالمو چیکار میکنه؟ دوست میداره. بعد در مواقع مختلف به این صفت، حالا صفت اون چیزیه که در تو ابدی میشه، در تو مطلق میشه، هیچ چیزی اینو از تو جدا نمیکنه. کریم کریم است، فی دنیا والقبر والبرزخ والقیامه، نسبت به دوست و دشمن، نسبت به زیبا و زشت، نسبت به کسی که جبران میکنه و کسی که جبران نمیکنه، اصلا به اون کاری نداره، به خودش کار داره، چون از درون خودش میجوشه. این صفتی که از خودش، آقا اصلا محبت کردن به دیگران این لیاقتیه که در تو ایجاد میشه، ربطی به دیگران نداره. آقا ما کسی که لایق محبت باشه پیدا نکردم، تو اصلا مهربون نیستی، وگرنه همه ی عالم لیاقت اینو داره که بهش محبت بکنی، چون تو لایقی که محبت بکنی. ببین تو دعا میگه خدایا من لایق بخشش نیستم، ولی تو شایسته بخشیدنی، این توی تو هست، تو نمیتونی نبخشی، تو نمیتونی دوست نداشته باشی، اصلا تو خودتو دوست داشتی که ما رو به نمایش آوردی، تو خواستی خودتو به نمایش بیاری در ما، تا خودت باشی و خودت باشی که دیده نمیشی، باید یه چشمی خلق بکنی که از یه زاویه تو رو ببینه. میگیری چی عرض میکنم؟ پس صفت اون چیزیه که در تو ابدیه،
تو بخشنده ای اگر همیشه بخشنده ای، اگر نسبت به همه بخشنده ای. نه که من با دوستام خوبم، با دشمنام نه. به من به بنده خدایی گفتم که شما فلانجا غیبت منو کردی. خب چرا غیبت کردی؟ مگه خلاف اخلاق نیست؟ من با شما دو تنفری بودیم، یه چیزی من به شما گفتم، شما رفتی بیرون گفتی. به چه حقی گفتی؟ گفت نه، آدمی مثل شما رو اصلا آدم نباید نسبت بهش ادب و رعایت کنی. خب تو مؤدب نیستی، پس نسبت به کی باید رعایت کنی؟ به کسی که دوستش داری، به نفته؟ اون طمع توه. قانونی که مال دوستان هست مال دشمنان نیست، که اصلا قانون نیست، طمع‌کاریت. دنبال منافع نداره که. امام حسین رو نگاه کنید، دوست و دشمن اصلا یعنی چی؟ اصلا اون کاری نداره که طرفش کیه. آقا تو شمری، خب شم باش. من حسینم، من از موضع خودم دست بر نمیدارم، من کریمم، به تو هم کرم من، به تو هم. این که ملا آقای دربندی میرفت حرم آقا عبا عبدالله و خیلی های دیگه تو شعر اومده دیگه. این آقای شهریار خدا رحمت کنه، حالا اینم یه شعری من ازش دیدم راجع به امام حسین، گفتم دمش گرم. نمیدونم خودش رسیده جایی، کسی رسیده بوده به این درز داده، یه چیزی هست. یعنی نمیشه اینقدر آدم عجیش. حالا مضمون شعره یادمه که مثلا وقتی شمسر امام حسین رو جدا کرد، مضمون شعره این بود که ابا عبدالله سر رو برداشت رفت دنبال شفاعت شم، که بریم ببینیم حالا برای این چیکار کنیم. حالا فهمیدیم این خیلی مریضه. خب این مریض رو چجوری درمان کنیم؟ چرا؟ من طبیبم، کارم اینه. اینم بگم تموم. شاه عباس صفوی دعوت کرد شیخ بها رو. شیخ بها جبل عاملیه، لبنانیه. شیخ بهایی لبنانیه، بچه جبل عامله. ها؟ ایشون رو دعوت کرد که بره اصفهان، کاخ شاه. حالا شاه عباس هم تو دنیای خودش بوده، خب تو دنیای خودش بوده، یه خدماتی به ایران کرده یا به خودش نمیدونم، ولی خلاصه رگ خواب مذهبی هم چی بود؟ دستش بود. پیاده بدون کفش پاشد، پیاده از اصفهان رفت مشهد با پای برهنه، شاه مملکت. حالا در این مقام بود یا جامعه این چیزا رو میخرید، اینا شو من نمیدونم ها، ولی این که دور گنبد امام رضا گزارش سفرتو نوشتی، این دیگه چیزی که هست. حالا همین آبیه دور گنبد هست، میبینید دور گنبد امام رضا متن آبی نوشته، این نه آیه قرآن، نه حدیث، نه هیچی. این گزارش سفر شاه عباسه، که شاه عباس کبیر این کوچکترین من بنده چی با پای پیاده پاشد اومد نمیدونم حرم امام رضا، و این کمترین از زوار نمیدونم چی، و بعد دستور داد که اینجا رو مثلا گنبد رو از طلا بسازن و فلان های حرف. این هم که میرید مثلا میبینید خیلی چیز میشید و اینا، این هم آی قرآن نیست، خیلی دقت نکنید، میخواد بخونیم چیزی نیست. این متن سفر بیریای شاه عباس صفوی به مشهد مقدس که رو گنبد طلا هم بعد ایشون نقش زده و کار به این نشنه. حالا حال خودش بوده، چی بوده خوش. شیخ بها پاشد اومد، خب نه خدمی نه حشمی، نه 20 تا جلو بیان 10 تا عقب بیان و مثلا ماشین مدل بالا بیاد پیاده شن و آقای جایی چیزا تو گوششون باشه که برای هماهنگه و بعد نه آقا آقای شیخ بها تشریف آوردن و اعلام کن. اینجوری نیست که. شوشت اومد اونجا، حالا تبار اولاغ بود، هرچی بود با هرچی اومد اونجا، سلام علیکم. تو نگهبانه گفت بفرمایید. گفت من شیخ بهایی ام. گفت منم برد دیدم. آیا تو شیخ بهایی؟ منم برد دیدم. چی میگی بابا؟ واسه کن قدش هم خیلی کوتاه بود و چیز نبود. این شیخ بهایی میگه دو متر قد داره مثلا، چون گفتم قدیما قد بلند دوست داشت، مثلا قد بلند و دیدید خوابایی که تعریف میکنن فلانی، دیدم قد بلند حالا کلا یه متر مثلا 40 سانتی بوده یاری. خب این دیگه تو برزخ که قدت بلند نمیشه که، من نمیدونم یعنی چی. همه هم با کت شلوار میبینن ریش جوگندمی، جوگندمی. مثلا آقا ببین من من لاینا بزرگ شدم، دی ان ای این افراد رو میفهمم. 100 تا از این خوابا تعریف کردم، من یه جوری بهشون نگاه کردم. بچه بودم بحثمون میشد که مثلا چون ما میدونی طایفه ما کلا یا آخوندن یا یه شغل دیگه دارن، یعنی اصل اینه که آخوند میشن. ده همون خیلی آخون خیزه، نمیم چون اینجوریه خیز حاصله از آخون
آره ماشاءالله تو میگم 100 تا فکر کنم آخون داره دهمون، یعنی کلا همش یه جوری که دفعه نه بس چی شد آخون جدیم حالا دیگه گفتیم. بعد با اینا بحثمون میشد بچه بودیم یه جوری که مثلا دیگه به کار به دعوا و بعد میگفتم فلان فلان شد دیگه حرف نباید بزنید دیگه تموم شد فلان. بعد ما گفتیم باشه ما ساکت میشیم حرف نداشت طرف حساب که کم پیدا میشه. آره کار نرم چی داشتم میگفتم آره قیافه خلاصه خیلی به شیخ بکو برو بابا جون دو متر قد باید داشته باشه شیخ را چهار تا جلو پنج تا عقب چی داریم برو بینیم بابا شیخ با کلی چند بفهم آقا جون بفهم دربونه برو بابا معلوم خودش هم همچه خیلی دربون نشون میده شاید چی کار است کار ندارم. آقا که شما باشید شیخ بابا فهمید سلیقه اینا چیه اون هم الحمدلله وارد بوده آره بین اینا بزرگ شده بوده اون آره قشنگ میفهمیده رفت تو بازار اصفهان گشت یه نمدمال دید قشنگ محاسن قدیم همه محاسن میذاشتن دید محاسن بلندی و پوست سفید از لای ریشاش این سفیدی صورتش هم معلومه جوگندمی کچه هیکل درشت و خیلی قد بلند و گفت خب اصل جنس رو پیدا کرد. بهش گفت داداش شما بازیگری بلدی نه چجوری نه بازیگری گفت آره بازیگری با اسخر فردی کار جدید دارید میسازیم شما ببینید آره نقش بازی کن خیلی کار سختی هم نیست باید تش معلوم نشه که تو چی فکر میکردی فیلم در میاد خودش. گفت باش بریم چیکار کنیم گفت تو نقش شیخ بها رو بازی میکنی منم نقش خادم تو رو بازی میکنم منتها تو که شیخ بها نیستی تو نعمت مالی هر چی ازت پرسیدم بگو غلام من جواب میدم شما عشق و حال کن. قدیم هم که لباس آخوند مردم فرق نداشت که یکی بود دیگه آقا باشدن رفتن و سیاهی کیستی شیخ بها اومده نگاه کرد نگاه کرد قدو گفت اینه میگم این الان شیخ بهاست تو چی؟ گفت من غلام ایشونم دیگه خادم ایشونم کیف کشم من. گفت باشه شما بفرمایید بود قدیم یه نفر کیف را انداخت دنبال اینا اون را میمد بعد خلاصه اومد و رفتم به شاه عباس و آقا فلانی آوردن طرف و تو بعد شیخ بها و شاه عباس هم دید چه شیخ بها باحال بود چه شیخ بهایی واقعا شیخ بهاست آره فقط غلامه خیلی مجی چیز نیست بریم خیلی شیخ بهاست. هرچی هم سوال میکرد این میگفت که مثلا خادم بعد چرت و پرت این وسطاش میزد این درست میکرد اما اولش کلمه رو اشتباه گفت شیخ بها سری یه چیزی پیدا کرد یه قیلی پیدا کرد در یه کتابی گفت طبق قیلی که در فلان کتاب نوشته شده اینجوری درسته این اعراب یعنی بعد گفتن این خادمش انقدر میفهمه ببین خودش چیه خیلی عجیبه حرفم نمیزنه آخه لال لامستر شاه هم که خب علکی شاه نشده بود حالا درسته من دارم بهش گیر میدم اون وقت الان ولی بالاخره شاه چیزی حالش بود شاه شده علکی نبود که به این وزیرش گفت که ببین یه کلکی هست اینجا نقش بابا بچه ای مگه این شیخ بها این قیافه شیخ بها هست ولی این مثل که پرتره یه جوریه اینا گفت من میرم تو ایوون شیخ بها بیاد اون یکی خادمه رو نظر بیاد گفت باشه شاول کرد و رفت تو ایوون و این وزیر اومد گفت که جناب شیخ بها شاه شما رو میطلبم در ایوان اومد برد شیخ بها اصلی اومد برد شما داشت تو کجا چی؟ آرنولد بولسی رو گرفتن تو چی میگی؟ برو بشین بزنن پذیرایی شد یه قلیون بیارید آقا صفا کنه فعلا قلیون حتی خودش میگن درست کرده شیخ بها کار نهارم آقا رفت اونجا و میگن آقا من چه میدونم ولی شاید هم درست نه که همه چی تو اسمان میگن ایشون درست کرده من نمیدونم بعد یه پول جدید زدن گفتن کار شیخ بها بوده. آقا شاه عباس یه باغی رو بهش نشون داد گفت جناب شیخ من این باغ رو تو نظرم که یه کار عامل منفعه کنم چیکار کنم؟ گفت قربان یه کارگاه نمد مالی درست میکنی بزرگ قشنگ ما هنر اصفهان رو صادر میکنیم به جهان. گفت به به شیخ بها رو برم کارگاه نمد مالی. گفت بله نمد مالی خودم نظارت میکنم دستی بر آتش دارم از دور چ بردش تو گفت که جناب خادم شما ناراحت نه شما بیا برو ایوونو ببین چیزی نیست یه باقی را برو شما نام تا ایوونه رفت و گفت یه ذره قضا مزا بدیدیم شیخ بهای بخوره این که نمهد مالی ها رفت شیخ رفت شاه رفت دنبال شیخ بها اصلیه بهش گفت که جناب خادم ما اینجا باقی هست به نظر دینو من چیکارش کنم که قرار عامل منفعه کنم توش. گفت آقا اینجا دانشگاه تأسیس کن یه مرکز علمی یه کتابخونه فلان و چینا شاه عباس بهش گفت ما رو گرفتین شما دوتا
به شیخ بها میگم اینجا چیکار کنم، میگه که آدم نمد مالی کن. به تو میگم میگه کنش، گفت خب آخه اون نمد ماله آقا، یارو نمد دانشگاه صنعتی جبل عامل درست میکنه، مدرسه صنعتی جبل عامل درست میکنه، بچه یتیما رو جمع میکنه بهشون درس میده. آقا این دانشمنده، این حرف، این وسط جنگم تو فکر تاسیس چیه؟ دانشگاهه. چون دانشمنده، تو این صفت اومده، در این صفت به نبی رهایت رسیده، این واقعا عالمه، حالش اینه. پس صفت اون چیزیه که در تو بینه، تو اون چیزی هستی که نمیتونی نباشی. کریمی اگه نمیتونی کریم نباشی. اگه یه جا تو زندگیت میتونی کریم نباشی، معلومه تو کریم نیستی. ستارالعیوبی اگه همیشه هستی، نه برای بچه حزب خودتون، تا شما رو میگیرن ره مد دال زال تازا عین قید حروف فارسیت میدی، به دیگران که میرسه حیثیت یارو رو میبرید، عکسش رو پخش، بابا یارو گرفتنش متهم است، متهم با مجرم فرق میکنه. حالا عکس ها یارو های پخش میکنن ببینید عاقبتش چی شد، این چی بود چی شد، مرد حساب یارو هنوز مجرم نی، هنوز جرمش ثابت نشده، آبروی یارو با چی میبری؟ بعد درس اخلاق داری میدی؟ این چه درس اخلاقیه؟ متهمه، ممکنه 100 نفر از شما شکایت بکنن، شما بری تبرئه بشی، ممکنه یه نفر شکایت کنه بری و محکوم بشی. متهم با مجرم فرق میکنه، منتها ما متهم با مجرم واسمون فرق داره. اگر حزب ما باشه حاج آقا درست میفهمن، بله آقا متهم مجرم نیست که، اما اگر روبروی باشه من این پدر سوخته رو خوب میشناسم حاج آقا، نه اصلا نیازی قاضی بگه، ما خودمون میدونیم چیکار است. پس معلومه تو ستارالعیوب نیست، تو حزبازی، بعد هم حزبازی هم بلد نیستی. صفت اون چیزیه که دیگه وقتی آقا خیلی ها سر سجاده بشینی تا صبح همسایه ها رو دعا کنی، اونم اون وقت تو به خاطر بی‌محبتی همین همسایه‌ها الان حالت خوب نیست. ولی تا صبح دعاشون کنی. خیلیه. خیلیه. این آیه تجلی شعری برای خانم روحیه گفته بودن. به تراره گفته بودن. حالا تصحیح شدم دیمه، همون که اول گفته بودن یادم. تو خیمه خواب بودم خیلی آروم، که پیچید توی گوشم سرصداشون، نمی بردند اگر گوشواره ها، ما خودم می بخشیدم به بچه هاشون. ما کارمون بخششه، ما مادرمون شب عروسی لباس، یه لباس عروسی میگن، نه لباس گیپوردوزی گلگلی 20 نفر میام میبرن، نه یه لباس نو، یه لباس نو گرفتن. آقا عروس بالاخره لباس نو، لباس نوشو بخشیده. گفت بد اخلاقن چقدر مردای شامی، به جای قلب سنگ تو دلاشون، با این دستای سنگینی که دارند دلم میسوزه واسه دختراشون. این تو داری منو میزنی؟ من فکر دخترتم، دخترت اینجوری نزنی، بی هوا نزنی، سن دختر رو نمیزنن، میدونی؟ قصد سفر از گوشه ویرانه نداری ای